ببینیم، ما در جلسات بعد به این موضوعات اشاره خواهیم کرد، برای این وقت خواهد بود برای اینکه این بحث رو ادامه بدیم و در حقیقت بتونیم تمام جوانه، تمام ساحت‌ها، تمام ابعادش رو بشکافیم و صحبت بکنیم. ولی خیلی سریع اون چیزی که اکثر شما صحبت کردین در پرسشاتون، این مسئله من به یاد این حرف اکتاویو پز انداخت که تو این مقالم گفتم، و اون این است که سنت گسسته مدرنیته با سنت در حقیقت خودش تبدیل به یک سنت میشه، یعنی مدرنیته خودش تبدیل به یک سنت شده و سنتی است که بر ما جا افتاده مثل خیلی سنت های دیگه، و ما به نوعی زندگی مدرن، درباره زندگی مدرن صحبت میکنیم انگار که خب دیگه زندگی جز اون نیست دیگه، بنابراین این زندگی است که باید همه انسان ها داشته باشن. حالا اینجا یه چند تا مسئله پیش میاد که مسئله است که اتفاقاً اکثرتون هم مطرح کردیم، و اون این است که یک مسئله هم تکنولوژی است که صحبت کردیم که از ابتدای قرن بیستم این مسئله بوده که به ویژه با نگرش مارکسیستی و نگرش سوسیالیستی که میخواسته خود یک نوع تعبیر جدیدی از مدرنیته بده، بدون اینکه از مدرنیته خارج بشه، یک تعبیر جدید از مدرنیته بده، و در این شعار معروف لنین که میگفتش که نپ یعنی در حقیقت نیو اکانومی پالیسی، سوویت ها هستن به اضافه الکتریسیته، این جمله معروف است که تقریبا تمام دوستانی که دوره مارکسیست بودن یادشون هستش، و خب از این حرف احمقانه تر نمیشه. یعنی چی؟ یعنی که شما دنیای درست ما رو برمیگردن به نوعی به چارلی چاپلین، یعنی چی؟ که شما بخواید روابط اقتصادی یا به نوعی این دوتا موضوع آزادی، یعنی سوویت ها در حقیقت موضوع شورایی و موضوع آزادی های جمعی هستن، و شما با تکنولوژی قاطی بکنید و به اینکه از توی من میتونم یه سیاست اقتصادی جدید در بیارم. تو ژاپن هم دقیقا همین موضوع هستش، یعنی ما در مورد ژاپن خیلی صحبت خواهیم کرد، و این بحثی که ژاپنی ها مدرن هستن در زمینه که سنتی هستن، اشاره‌ای که من میتونم بکنم این است که، و که این اشاره رو چند روز پیش هم کردم، و اونم این است که این آماری که مثلا 35 36 هزار ژاپنی در سال خودشون میکشن، آیا این به دلیل سنتی بودنشون یا به دلیل زندگی مدرنشونه؟ من فکر میکنم دقیقا همون آماری هستش که در اسکاندیناوی هم دارید، به خاطر بحران‌های اگزیستانسیال و به خاطر فشارهایی که از نظر اقتصادی و زندگی مدرن روشون هست که این زندگی رو نمیتونن قبول بکنن. و اگر ژاپن یک جامعه بود که دچار این اسکیزوفرنی نبود و میتونست به نوعی هضم کرده باشه این موضوعی که هم تکنولوژیک باشه هم سنتی باشه، که بعد از بسیار جاد ژاپن و چین مدل ایران هم هستن، ایران امروز هم هستن، لازم نبود که نویسندگان مثل کاواباتو و میشیما خودشون بکشن در نیمه دوم قرن بیستم، به خاطر اینکه اونها به عنوان نخبگان اون جامعه که میخواستن برگردن به یک دوره سنتی، خودشونو نمیتونستن بیابن در ژاپن جدید، نمیتونستن در یک ژاپنی که شکست خورده ولی ضمناً امپراتوری داره که تحقیر شده است پی خودشونو بیابن، نمیتونستن یک جامعه ایست که هم یاکوزا داره، یاکوزای مافیایی داره که انگوش کوچیکشونو میبرن برای شرفشون و کرامتشون، ولی ضمناً میخوان که مثل میدان ترهوار تهران هم برن پولدار بشن و مثلا تبدیل به آدمایی بشن که مثلا برن ساختمان سازی بکنن، درسته؟ خب این دوتا با همدیگه جور در نمیاد. به نظر من شما نمیتونین که اهداف معنویتون رو در یک آپارتمانی خلاصه بکنید و بگید که من در جهان قرن 21 میخوام در یک آپارتمان با مدیتیشن و یوگا تبدیل بشم به دالای لاما. خب نمیتونین بشید، این اصلا غیر ممکنه. به هر حال من فکر میکنم که اینها احتیاج به تمرین های نوع مختلف داره، یعنی اگه من بخوام یه مثال خیلی اکستریم بزنم، دقیقا من یاد شکنجه‌گرای مینداخت که میندازه که در بعضی از کشورها صبح ها شکنجه میدن، شب ها میرن خانقا یا توبه میکنن. این یعنی چی؟ ما اینو در دوره ساواک هم داشتیم، در دوره شاه شکنجه‌گرانی که صبح شکنجه میدادن شب میرفتن خانقا. خب این شما در این یک تضادی نمی‌بینید؟ من اینجا معنویت رو نمیتونم درک بکنم دقیقا، و
این اتفاقا مثال برای چین هم صادقه. چینی که اولین چیزی که مورد سوال قرار نمیده در مدرنیته خودش اقتدار طلبیه، اولین چیزی که مورد سوال قرار نمیده، یعنی میخواد که اون هرمای قدرت باقی بمونه. خب چطور ممکنه این مملکت مدرن بشه بدون که شهرونداشو بخواد مدرن بکنه و اون هرمای قدرت رو بخواد از بین ببره؟ بنابراین اینجا یه موضوعاتی هستن که ما باید دربارشون بیشتر صحبت کنیم و بیشتر بشکافیشون، و به خاطر همین هستش که، و این جمله آخری است که من بگم، به خاطر همین هستش که من فکر میکنم که سرگذشت مدرنیته سرگذشتی است که ما اونو باید در کثرتش ببینیم، نه فقط در وحدتش، بلکه در کثرتش باید ببینیم. و هر بار که ما به ساحت‌های گوناگون، ابعاد گوناگون تاریخ مدرنیته در حقیقت نگاه بکنیم، این تاریخ مدرنیته، ما میتونیم همیشه غیر از غرب یه نیم نگاهی هم به رابطه مدرنیته و در حقیقت تجاربی که در فرهنگ‌های دیگه و در جوامع دیگه شده و آیا موفق بوده یا موفق نبوده، مثل هند، ژاپن، چین، ایران، ترکیه، به اینها یک توجه داشته باشیم و شاید اینطوری بحثمون فکر کنم روشن‌تر بشه. خیلی ممنون تا هفته بعد.